بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما رفقای جانم. خیلی خیلی خوش اومدید به جلسه سوم اینستاگرام پیشرفته. امروز یک جلسه فوق‌العاده داریم و امروز بیشتر توضیحاتی که میخوام بهتون بدم در ارتباط با استوریه و امروز هم با تیپ جدید اومدم. کچهربار نپوشیدم، گفتم که هوا خیلی گرم شده با تیشرت بیام جلوتون و این جلسه رو براتون اجرا کنم. امیدوارم که از نکات این جلسه استفاده کنید و یه تشکر هم کنم از همه عزیزانی که تمریناتشون رو درست ارسال میکنن، به موقع ارسال میکنن. من اینجا یه نکته هم بهتون بگم. ببینید، توی اتفاقات عادی زندگی اگر شما تأخیر داشته باشی، خداوندم جوابش به خواسته های شما یه چیز تأخیر. گاهی وقتا مثلا من یک فایلی رو گوش میکنم، یه فایلی رو نگاه میکنم، میخوام تمرینش رو ارسال کنم، میگم فردا ارسال میکنم، پس فردا، یک هفته بعد. من دارم یه کاری که الان میتونستم انجام بدم و به تأخیر میندازم. یعنی پیامی که دارم به جهان ارسال میکنم اینه که من به تأخیر افتادن کارها رو دوست دارم و خواسته های شما هم به تأخیر خواهد افتاد. ببینید، هر جوری که شما فکر میکنی و عمل میکنی، همون مدل رو به سمت زندگی دعوت میکنی. امیدوارم که از امروز اقداماتتون به موقع، سریع و کامل و درست باشه. دم شما گرم. خب بریم سراغ اسلایدا. ببینید، خیلی جاها صحبت از الگوریتم های اینستا میشه، خیلی جاها خیلی صحبت های عجیب غریبی میشه، میگن که اصلا خود اینسا اومده گفته که الان این جزء الگوریتمشه، اون جزء الگوریتمشه، و چیزایی که میگن اینسا گفته الان جزء الگوریتمشه، اگر با هم دیگه جمع کنیم میبینیم که به اندازه 3000 صفحه اینا دارن میگن که اینستا گفته این جزء الگوریتمشه. ولی نکته کجاست؟ کل چیزی که اینستا در مورد الگوریتم گفته یک مقاله فقط 3000 کلمه است. این کل چیزیه که اینستای عزیز اومده گفته. خب بقیه چیزهایی که عزیزان دارن میگن و میگن که اینستا گفته رو پس کی گفته؟ اینستا نگفته. کی گفته؟ تجربه این عزیزان میگه. ما هم همین کار اومدیم انجام دادیم، روی پیج های مختلف تست های مختلف رو انجام میدیم در زمان های مختلف. وقتی میبینیم که یک مدل جواب میدهد برای انواع مختلف پیج هایی که داریم، اون مدل رو میایم به بقیه معرفی میکنیم، به افراد سطح یک. اگر اونا هم اجرا کردن و اونا هم نتیجه گرفتن به مرور زمان، میگیم که خب جواب میدهد، به شما مردم نازنین معرفی میکنیم. پس اگر از کلمه الگوریتم استفاده میشود، الزاماً چیزی نیست که اینستا گفته. گاهی وقتا چیزیه که ما مدرسین، ما محققین اینستا به نتیجه اومدیم رسیدیم. مثلا ما پیجای مختلف داریم، این یه دونه از پیجایی که کل فالوورش چقدر پویا؟ 5000. فالوورش 1000 تایه، ولی ویوها رو نگاه کنید، 128K، 145K، 17.5K، 50K، 13K، 52K، یعنی چند ده برابر کل فالوورهای پیج ویو اومده گرفته. ما روی پیجهای مختلف چیزهای مختلف رو آزمایش میکنیم، مدلهای مختلف، تکنیکهای مختلف، و اونایی که جواب میده رو به مرور زمان، نه اینکه من روی یه دونه پیج آزمایش کردم، اگر جواب گرفتم پس بیام به همه بگم که چند هزار نفر انجام بدن. نه، زمانی که به مرور زمان نتیجه گیری اتفاق میافته، به شما مردم نازنین منتقل میکنیم. امیدوارم که چه از نکاتی که از خود اینستا بهتون منتقل میکنم، چه از نکاتی که از تجربیات تیم تحقیقاتیمون به شما منتقل میکنم، همه شما عزیزان استفاده کنید. امروز قرار راجع به استوری صحبت کنیم. استوری یعنی داستان، استوری یعنی به اشتراک گذاشتن بخش کوتاهی از زندگی، و کلمه بعدیش مهمتره. استوری یعنی به اشتراک گذاشتن بخش کوتاهی از زندگی و تجربیات شخصیمون برای طی کردن مسیر رنج به لذت. توجه کنید که کلمه تجربه خیلی خیلی مهمه.
یعنی من چیزی که خودم در زندگی چشیدم، چیزی که خودم در زندگی باش روبرو شدم، فکرهایی که در زندگی همراهم هست، قراره که دونه دونه شو به عنوان تجربیات خودم به مخاطب منتقل کنم. ببینید وقتی از کلمه تجربه استفاده میکنم چندین معنا میاره. یکی از معانیش اینه که من قرار نیست که چیزی رو از جایی بگیرم کپی پیست کنم توی پیجم بذارم، قراره که چیزهایی که خودم باهاش روبرو میشم هم داخل پیج بذارم. ایرادی نداره 10% 20% از جاهای دیگه میگیری، ولی قراره خودم خالق بشم و داخل پیج مطالب جدید بذارم. یه کلمه قبل از تجربه و وجود داره، ببینید، بخش کوتاهی. اصلا استوری مدلش اینه که در زمان کم من میخوام حرف خودم رو بزنم، قراره تو 15 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه 1 دقیقه مطلبی رو بیان کنم و منتقل کنم، و هر چقدر زمانش کوتاه‌تر باشه اتفاق بهتری میفته، و در نهایت قراره چه اتفاقی بیفته. من قراره با استوری هایی که برای مخاطبم میذارم، با تجربیاتی که برای مخاطبم بیان میکنم، قراره که مسیر رنج به لذت رو طی کنم. این ده هدف غایی هر کاری که من دارم انجام میدم. خب سین استوری مطلوب، یعنی اگر من سین استوریم خوب باشه، قطعا کمک کننده به اکسپلور، یعنی باعث میشه محتوای من بیشتر وارد اکسپلور بشه. باز دوباره نظرهای مختلفی وجود دارد برای اینکه چند درصد از کل فالوورهای پیج اگر سین کنن آمار مطلوبیه. ببینید نکته اینجاست، هر چقدر که پیج کوچیکتر باشه درصد آمار سین باید بالاتر باشه، هر چقدر پیج بالاتر میره این درصد پایینتر میاد. ببینید مثل دوتا کفه ترازوه، هر چقدر فالوورهای شما افزایش پیدا میکنه درصد آمار کاهش پیدا میکنه. حالا اینجا نوشتیم که استاندارد آمار سین استوری حداقل 10% فالوورهای پیج، این برای پیج 100 کاه. کسی که پیج 1000 تایی داره اگر 100 تا دونه ببینن این مشکل داره. توجه کنید پیجای پی وی تون رو اگر نگاه کنید، شما الان یه پیج پی وی داری 500 نفر، از 500 نفر 400 نفر استوری شما رو نگاه میکنن، میشه 80%. ببینید پس پیج 100 کا 10% مناسب است. حالا طرف پیجش 1000 تایی چقدره؟ چیزی که میگن حدود 40-50%، یعنی از 1000 تا 400-500 تا باید به صورت میانگین ببینن اگر فالوورات واقعی باشن، و به سمت 10000 تا میره این آمار مثلا میشه 20%، و دونه دونه پله اضافه میشه تا زمانی که به 100000 تا حدود 10% میشه. از 100000 تا تا چند میلیون تا همین حدود 10% باشه آمار خوبیه. فقط نگاه کنید تازه پیج زدیم، فکر نکنید من مجددا تکرار کنم 2000 تا فالوور داری 200 تا دونه ببینن خوشحالی بگیری بکنی، اصلا آمار خوبیه نیست. پیج پایین‌تر باید آمار بالاتری داشته باشه. خب موفقیت در استوری یعنی پیروزی در نبرد استوری بار. استوری بار چیست؟ آن نواری است که بالای صفحه شما وجود دارد، در بخش هوم شما یک نوار استوری وجود داره، بهش میگیم استوری بار. حالا موفقیت در استوری یعنی پیروزی در نبرد استوری بار. پیروزی در نبرد استوری بار یعنی چی؟ من اینجا یه توضیح بدم. یک، من در استوری بار اون اوایل قرار بگیرم. ببینید هر کدوم از شما صدها پیج و فالو دارید، ولی بعضی از پیجی هستن همیشه جو هر وقت استوری میذارن جز 10 تای اولن، اصلا 3 ساعت از زمان استوریش گذاشته، کلی آدم دیگه اومدن استوری گذاشتن، تو 3 ساعت داخل هومت نرفتی، زمانی که پیجتو باز میکنی میبینی استوری دوم اون آدم. پیروزی در نبرد استوری بار یعنی این که من جز به اون اوایل قرار بگیرم، و دو، استوری من دیده شود، یعنی من در هر جایی قرار گرفتم استوریم دیده بشه. 3 پارامتر وجود داره برای موفقیت در استوری بار. 1، سابقه ویوی استوری، کمون واش تایمه، یعنی مدت زمانی که یک شخص بر روی محتوای شما میماند. اینجا یه توضیح بدم، یعنی مثلا من استوری میذارم، طرف دستشو نگه میداره روی استوری،
15 ثانیه 20 ثانیه استوری منو میخونه، یا زمانی که من یک استوری میذارم استوری منو تا آخر نگاه میکنه. مثلا من یک ویدیو گذاشتم 25 ثانیه تا پایان 25 ثانیه رو نگاه میکنه. خب این واچ تایم همون سابقه ویو استوری، میزان صمیمیت که جلوتر براتون توضیح میدیم و میزان درگیری. اگر این سه تا بالا باشه یعنی شما در فرایند جنگی که در استوریا وجود داره میتوانی پیروز بشی و اینا سه تا پارامتر خیلی خیلی مهمه و ما باید تلاش کنیم که هر سه تا از این پارامترها رو ارتقا بدیم. خب حالا با کدوم دارم شروع میکنم؟ با میزان درگیری که اون پایین نوشتم دارم شروع میکنم. انواع درگیری مخاطب چیه؟ ما دو مدل درگیری داریم. یک، درگیری مستقیم مخاطب. دو، درگیری غیر مستقیم مخاطب با استوریای ما. درگیری مستقیم مخاطب یعنی چی؟ یعنی مخاطب استوری منو لایک کنه، ریپلای کنه، شیر کنه، روی استیکر من تپ کنه، روی لینک من تپ کنه، از داخل استوری من بزنه روی آیدیمون بالا بره پروفایل ویزیت انجام بده. همه اینها بهش میگیم درگیری مخاطب به صورت مستقیم. ما باید تلاش کنیم که به صورت مستقیم افزایش پیدا کنیم و اتفاق فوق‌العاده‌ایه. خب درگیری مخاطب به جز مستقیمی که وجود داره، یک مدل دیگه وجود داره به نام غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ اینجا نوشتم یعنی بک کردن استوری، فوروارد کردن، نکس استوری و اگزیت. نکنید بک کردن یعنی من زمانی که 15 تا استوری گذاشتم طرف یه دونه استوری مو عقب بزنه، دو تا عقب بزنه، 5 تا عقب بزنه. فوروارد کردن یعنی داخل استوری خودم 15 تا مثلا استوری دوم رو داره نگاه میکنه، حالا سومی رو نگاه کنه، چهارمی رو نگاه کنه. نکس استوری یعنی کلن از روی استوری شخص من بره روی استوری شخص دیگه. و اگزیت یعنی کل استوری ها رو ببنده. حالا سوال، در درگیری غیر مستقیم بین این چهارتایی که اومدم گفتم کدومش مهمتره؟ کدومش مهمتره؟ میخوام که چند ثانیه فکر کنید بعد جواب بهتون بگم. بین back, forward, next, exit کدوم مهمتر میشه؟ حمید خان بگم کنید که کدوم مهمتره؟ آفرین، جواب کاملا جواب درستی بود. بین این چهارتا بک کردن از همه مهمتره. یعنی طرف رفته تا استوری مثلا پنجم شما، بعد بر میگرده استوری چهارم رو میبینه، استوری دوم رو میبینه. هر چقدر که عقبتر بیاد اتفاق بهتریه. به دو علت، یک این که میزان بیشتری روی استوریای شماست، دو تعداد بیشتری از استوری مجدد دیده میشود که دونه دونه این نکاتی که دارم میگم سیگنال میفرسته به این و اتفاق فوق العاده ایه. خب بک کردن از همه مهمتره. نکنید مهمتر در جهت مثبت بودن، فوروارد هم مهم در جهت مثبت. فقط توجه کنید که نکست و اگزییت در جهت منفی است. یعنی چی؟ یعنی اونی که استوری شما نکست استوری میکنه یا اگزییت میگیره میکنه، یعنی داره میزان درگیری خودش رو با پیج شما داره کم میکنه. یعنی داره اعلام میکنه که من پیج شما رو دوست چرا جواب نمیدید تو خونه؟ من پیج شما رو دوست ندارم. پس ما باید با محتوایی که تولید میکنیم بریم به سمت این که بک بگیریم و اون مستقیمام که همش به شدت مهمه. میگه حالا شاعر چیزهای مختلفی میگه، میخواستم شعر بخونم نمیخونم. پس درگیری مستقیم باید طی بشه، غیر مستقیم هم بک از همه مهمتره. پس باید استراتژی استوری های شما بر بالا بردن سه تا پارامتر باشه. سه تا پارامتر کدوم هست؟ یک، دو، سه. یه دونه رو اومدم توضیح اومدم دادم. هرچه، حالا نکته، هر چقدر که میزان صمیمیت شما با مخاطب افزایش پیدا میکنه، نکته مهمیه، هر چقدر میزان صمیمیت شما با مخاطب افزایش پیدا میکنه، دو تا پارامتر دیگه خود به خود رشد میکند.
میخوام یه چیزی بهتون بگم. همین الان ببینید توی اینستا کیا رو دنبال میکنید، استوری کیا رو هر روز نگاه میکنید. طرف 80 تا استوری میذاره، تو هر 80 تا رو نگاه میکنی. یکی از مهمترین علتاش اینه که تو با اون آدم احساس صمیمیت داری. چون احساس صمیمیت داری، دوست داری هی استوریاشو دنبال کنی ببینی چی گفته، راجع به چه چیزی اومده صحبت کرده. حالا اگر من میزان صمیمیتم با مخاطب بالاتر بره، خواهی یا نخواه دو تا پارامتر دیگه افزایش پیدا میکنه. خب حالا چجوری با مخاطب صمیمی بشم؟ چجوری به مخاطب نزدیک بشم؟ آقا آرش هنوز اینجاست از جلسه قبل، استاد صمیمیته. آرش جان میخوای با یک مخاطب صمیمی بشی، چجوری با های صمیمی میشی؟ جواب نمیده، من خودم جواب میدم. برای اینکه با مخاطبی صمیمی بشیم، یک، همه آدم های دنیا از آدم فیک خوششون نمیاد. از آدمی که فیلم بازی میکنه، نقش بازی میکنه، هی نقاب میزنه، طرف میخواد صحبت کنه، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان، خانمه میخواد صحبت کنه، صدا رو نازک میکنه، در حالی که طرف لهجه داره، ایراد نداره، من شمالی هم لهجه دارم، هی تلاش میکنه صحبت کنه لهجه نداشته باشه. بعد میره میبینه که مثلا یه مدل داخل امریکا توی یک هفته گذشته 500,000 فالوور گرفته. علتش هم اینه که زبان مازندرانی صحبت میکنه، لهجه داره اون آدم. بعد میبینه که خودش داشته یک سال با خودش ور میرفته که این لهجه‌ای که داره رو بذاره کنار. خب چرا؟ چرا؟ ببینید این خیلی نکات مهمیه. یک، برای صمیمی شدن با مخاطب باید حتما خودت باشی. حالا من اون آیدیه رو نگفتم که عکس چون یه مقدار پوشش کم میذاره، گفتم که خب یک پس خودمون باشیم. خیلی نکته مهمیه. یعنی اون چیزی که هستیم را در فضای مجازی میتوانیم بذاریم. من همیشه میام میگم که یکی از علتهایی که امیر حسین مقصودلو، تتلو معروف، یکی از علتهایی که این همه مخاطب داره، اصلا من با این کار ندارم که امیر حسین مقصودلو خوب یا بد، من با این کار ندارم، من راجع به طرفدار دارم صحبت میکنم، یکی از علتهایی که طرفدار داره این که خودشه. یعنی کجا دیدی که مثلا اون آدم بگیره فیلم بازی کنه، نقش بازی کنه؟ یکی از علتهایی که این همه بلاگر توی ایران وجود داره و خوبم دارن کار میکنن، معروف اومدن شدن، مخاطب دنبالشون میکنه، اینه که در طول شبانه روز دارن خودشون و کارهایی که به صورت عادی دارن انجام میدن و به مخاطب دارن منتقل میکنن. خب پس یک، خودمون باشیم از همه جهت. دو، اونا رو مثل دوستای خودمون بدونیم. یعنی نگاه کنید، احساسی که من به شما دارم همون احساس در شما متجلی می شود نسبت به من. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا شده که رفتی تو یک مهمونی، یکی اومده پریده بغلت گفته وای عزیزم دلم خیلی برات تنگ شده بود، عاشقتم، خیلی وقت ندیدمت. بعد تو زمانی که بغل طرف هستی اصلا احساس بد داری، فکر میکنی علت چیه؟ علت اینه که کلام اون آدم با درونش فرق داره. درونش اصلا شاید توی یک ماه گذشته، دو ماه که تو رو ندیده، اصلا به تو فکر نکرده. موقعی که به تو داشته نزدیک میشده، من الان باز باید برم اینو ببینم بعد دو ماه. متوجه؟ احساسی که شما در درون داری نسبت به مخاطبت متجلی میشه در مخاطب نسبت به شما. این یک قانون خیلی مهمه که من توی دورای متافیزیکی آموزش میدم. حالا توی جلسه اینسا ایراد نداره، نکته میام میگم. خب حالا اگر تو از مخاطبت بدت بیاد، در نهایت مخاطبم از تو بدش میاد.
اگر تو مخاطب تو مثل دوست خودت بدونی، در نهایت مخاطبم به تو احساس بهتری پیدا میکنه. این که من مخاطب و مثل دوستای خودم بدونم، ببینید روی همه چیز من تأثیر میذاره، روی مدل صحبت کردن من، روی مدل پرزنت من، روی این که من میخوام کلاه بذارم سر مخاطبم یا میخوام به سود برسونم. اگر مخاطبو مثل دوست خودت بدونی، دنبال این نیستی که سرش کلاه بذاری، بگی که این یک ساعت فایل منو گوش کن، 6 ماه هر روز هیچ کاری هم نمیخواد انجام بدی، اگر درآمد 10 برابر نشد هر چی خواستی به من بگو. خب این معلومه با یک ساعت گوش کردن بدون این که من اقدام میکنم، بدون این که تغییری ایجاد بشه، فقط من یک ساعت رو گوش بگیرم بکنم، حالا اون یک ساعتش یه هیچی، هیچ نکته خاصی هم نداره. خب معلومه که مخاطب مثل دوست خودش نمیدونه، بیشتر مخاطب مثل یک گاف صندوقی میدونه که تیکه تیکه از داخلش پول بر بداره، پول برداره و جیب خودش رو پرپول کنه. خب نکته بعدی، برای اینکه چجوری به مخاطب نزدیک بشم، تجربیات بکر شخصیمونو بگیم. توی اسلایدهای فکر میکنم اوائل اومدم توضیح دادم اتفاقهایی که در زندگی میافته و جز به تجربیات من هست بگم. نکته، اگر مسیر حرکتش رنج به لذت باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی من توی تجربه شخصی زندگیم دارم یک مسیر رنج به لذت رو طی میکنم. یعنی یک کاری رو قدیم انجام میدادم رنج میبردم، الان یک مدل دیگه انجام میدم لذت میبرم. به صورت مثال این بیان تجربه میتواند باعث بشه به مخاطب نزدیکتر بشیم. خیلی وقتا شده بلاگرها، میخوام یک مثال خیلی کلی بزنم، میرن داخل یک رستورانی، بعد داخل اون رستورانه میگن که فلان غذاش خوب بوده، فلان غذاش بد بوده، فلان صندلی اگر مینشستی داخل اون رستوران باد میخوردی، فلان جای رستوران گرم بوده، یا هر نکته دیگه. داره تجربه خودشو منتقل میکنه و توی تجربه‌ای که داره منتقل میکنه میخواد مخاطب اگر تو اون موقعیت قرار گرفت از رنج فاصله بگیره، به سمت لذت حرکت کنه. این میتواند با بیان تجربه باشد بدون اینکه مستقیم به کسب و کار ما ربط داشته باشه. گاهی وقتا میتواند مستقیم به کسب و کار ما ربط داشته باشه. مثلا من یک تعمیرکار مثلا کولرم، الان اومدم یک نکته رو پیدا کردم روی یک تعمیر کولری که دارم انجام میدم، بعد به مخاطب منتقل میکنم مسیر رنج به لذتش کجاست. دیگه مخاطب کولرش خراب نمیشه که 3 روز به من زنگ بزنه، متوجه؟ من قراره مسیر رنج به لذت رو طی کنم، حتی توی بیان تجربیاتم، حتی اگر به کسب و کارم ربط داشته باشه یا ربط نداشته باشه. و نکته چهارم، داستان زندگیمونو بگیم. اصلا تعریف داستان چیه؟ آپویا میدونه. آپویا تعریف داستان چیه؟ آفرین. تعریف داستان اینه که مخاطب در هر لحظه با خودش بگه که قراره که در آینده چه اتفاقی بیفته، قراره تو استوری بعدی چه اتفاق بیفته. میخوام بهت چی بگم؟ میخوام بهت بگم که یکی از کارهایی که شما باید انجام بدی اینه که در استوریات باید داستان سرایی کنی. داستان سرایی درسته یا سرایی؟ سراییه؟ حالا بعدا یادتون باشه تحقیق کنیم، اگر شما میدونید به من منتقل کنید. باید داستان سرایی کنی. یعنی چی؟ یعنی یک مدل استوری بذاری که مخاطب ندونه در استوری های بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. تو جلوتر بهتون میگم. نکته مهمه، راه رسیدن به استوری آخر از اولین استوری میگذره. من یک آب بخورم، دوباره برمیگردیم ادامه جلسه رو میگم. مرسی. ما
ممنونم از این که همراه بنده هستی. خب نکته رو اومدم گفتم، نکته مهم، راه رسیدن به استوری آخر از اولین استوری میگذره. یعنی چی؟ یعنی اگر من استوری اولم استوری با کیفیتی باشه، با اون نکاتی که بهتون منتقل میکنم، طرف مخاطب من استوری های بعدی منم میبینه. اگر استوری اول من استوری خیلی ضعیفی باشه، استوری نباشه که مخاطب رو درگیر کنه، استوری نباشه که به قول انگلیسی ها واو داشته باشه، خب مخاطب استوری های بعدی منم نگاه نمی کنه. پس اولین استوری شما مهمترین استوری تونه. اینجا نوشتم اولین استوری مهمترین استوری، باید مخاطب استوری اول رو خیلی زیاد کنیم تا بتونیم به استوری آخر برسونیمشون. پس استوری اول خیلی مهمه. استوری کلن از لحاظ نوع اتصال ما دو مدل استوری داریم. من قبل از اینکه این نکته رو بهتون بگم، خیلی زمانی که گفته بودم من دوره رایگان میخوام بدم خیلی جالب بود. خیلی هم نه، اساتید که خیلی هاشون، مردم هم یه درصد خیلی کمی، ولی اساتید خیلی هاشون گفته بودن که محمد بصیری داره دون میپاشه، میخواد یه جلسه دو جلسه رایگان بذاره، بعدش میخواد از اون دوره اینستاش میخواد پول در بیاره. فکر کردید کسی رایگان کاریو انجام میداد؟ و از این حرفا. بعضی هاشون گفته بودن اصلا این مدل جلسایی که داره میذاره با اون جلسات اصلیش فرق داره. درست میگید، ما یه زمانی دوره تولید میکردیم با یه دوربین، الان با دو تا دوربین داریم دوره رایگان تولید میکنیم و با کیفیت خیلی بیشتر نسبت به قدیمی که تولید میکردیم. دقیقا مثل دوره هایی که یک زمانی سه سطح آموزشی برگزار میکردم، سطح 1، 2، 3، مثل همون سه تا سطح. اینجا یه نکته دیگه بگم، ما همه آموزش های جدیدمون رایگان شده، ولی با توجه به اینکه خیلی از عزیزان سه دوره قبلیمون، سه سطح قدیمیمون رو هزینه پرداخت کرده بودن، به خاطر همین اون سه سطح رو نتونستیم رایگان کنیم. وگرنه همه آموزش های جدیدی که هر ماه ما آموزش داریم همش رایگانه. فقط خیلی ها پرسیده بودن که ما نکات قبلی و اینسا رو بخوایم از اول یاد بگیریم، دوره کسب و کار بخوایم از اول یاد بگیریم، باید چه کاری انجام بدیم؟ صبر کنید، ما همینجوری داریم دوره های جدید داریم رونمایی میکنیم. خب گفتم دیگه راجبش صحبت نمی کنم، دیگه هم سوال نپرسید راجب این قضیه، میخوایم بریم سراغ ادامه آموزش ها. ما دو مدل استوری از لحاظ نوع اتصال داریم. مدل اول بهش میگیم مدل متصل، که دو مدله، استوری های سریالی یا استوری های جریان ساز. استوری سریالی یعنی چی؟ یعنی من به صورت مثال، من بلاگر سفر، من محمد بصیری از گرگان حرکت میکنم به سمت تهران، اتفاقهای مختلفی که در سفرم میفته رو با مخاطب به اشتراک میذارم، بهش میگیم استوری سریالی. من خانوم بلاگر امشب قرار مادر شوهرم بیاد خونم، من از زمانی که فکر میکنم میخوام چه غذایی جلوی مادر شوهرم بذارم، به همسرم میگم که چرا من غذا درست کنم، از بیرون بگیریم، همسرم میگه زشت، مادرم نکه. از همون اول تا چیدن میز، البته من میگم چیندن میز تا به سمت جلو حرکت میکنیم که مهمونا بیاد، تا زمانی که مهمونا میرن، تا آخر شب، ما همه رو زمانی که روایت میکنم، این استوری سریالیه. من تعمیرکار همون کولر، زمانی که با من تماس میگیرن تا زمانی که میرم اونجا دستگاه رو باز میکنم، لوله ها رو رسیدگی میکنم، دستگاه رو میبندم، قطعش رو عوض میکنم، خدافظی میکنم با طرف، این استوری که میگذارم از یک روند استوری سریالیست. خب امیدوارم که این استوری سریالی کاملا جا افته. مثال میزنم، کسی که میکاپ میکنه از زمانی که میگیره صورتش رو با این دستمال مرطوب میگه چی میگه، صورتش رو پاک میکنه و همه آرایشش میره، تا دونه دونه اون روندهایی که آرایش میکنه، حالا من نمیدونم زیر ساز میزنه، نمیدونم که کلمات عجیب غریب داره، من بلد نیستم اونقدر، تا مرحله آخر رو انجام میده، کل این فرایند استوری سریالیست.
خب کاملا توضیح دادم دیگه. یه نفری که باشگاه میرود، میخواد یک ساعت تمرین کند، از زمانی که خونه داره لباس میپوشه، داره این آب معدنیشو داره پر میکنه، داره بند کفششو میبنده، حرکت میکنه به سمت باشگاه، تا زمانی که داره چی میگه اسکات، میگه من باشگاه زیاد نمیرم، معلومه که آره، تا زمانی که داره تمرین های مختلف رو توی باشگاه انجام میده، با مربی صحبت میکنه، با کسای دیگه که اونجا هستن صحبت میکنه، بعدش هم میره، بعد باشگاه میره یک کله پاچه میزنه. خب باشگاه میری چرا کله پاچه میزنی؟ این دو تا با هم تناقض داره. حالا تا اونجا جزء استوری های سریالیست، استوری سریالی فکر میکنم کاملا جا افتاد. پس ما استوریای متصل، یک استوری سریالی داریم، دو استوری جریان ساز داریم. استوری جریان ساز فرقش با استوری سریالی میتواند گاهی وقتا مشترک باشه، گاهی وقتا میتواند جدا باشه. یک، من میتوانم در استوری جریان ساز بیش از استوری سریالی موضوعی را بیان کنم، این یک. دو، من در استوری سریالی برخلاف استوری جریان ساز بیشتر دارم از خودم استفاده میکنم. میشه که خودم استفاده نکنم، ولی بیشتر خودم توی داستان هستم. در استوری های جریان ساز من الزاماً خودم داخل داستان میتوانم نباشم، میتوانم محتوای مختلفی که عکس از یه جایی که توی اینترنت پیدا کردم بگیرم، یک متنی روی یه چیزی بذارم. توی جریان ساز استفاده نکردن از خودم قطعا بیشتر است. نکته های دیگه داریم، جلوتر میگم. بریم سراغ استوری منفصل. پس یه استوری متصل بود، یه دونه منفصل.